أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که بالاترین درجه‌ای که انسان میتواند به او برسد مقام محبت خدای متعال هست، به ویژه اخلاص در محبت عالی ترین درجه است که انسان می توانه به او نائل بشه. معنی اخلاص در محبت این است که انسان جز خدای متعال رو نخواهد و جز به او تعلق خاطر نداشته باشد. در سر و ظاهر و باطن انسان جز خدای متعال نباشد و اگر شاکله انسان اصلاح شد و چیزی جز خدای متعال و تعلق او و محبت او در وجود انسان نبود، همه کارهای او برای خدای متعال می شود، اونم با بهترین نیات. بهترین نیت این است که انسان کار رو فقط برای خدای متعال، اون هم از سر محبت خدای متعال انجام بدهد، نه از سر خوف یا رغبت. لذا کسانی که به این مقام میرسند پاداششون هم مقام رضوان و محبت خدای متعال هست. کسی که راضی بالله هست، محب خدای متعال هست و در عبادتش جز خدای متعال رو در نظر ندارد، پاداش او هم محبت خدای متعال و رضوان خدای متعال هست. راه رسیدن به این محبت هم این است که انسان از صراط محبت و وادی محبت الهی گذر کنه و از باب محبت الهی وارد بشه و باب معرفت و محبت و صراط معرفت و محبت خدای متعال معصومین علیهم السلام هستند. لذاست که تنها راه برای رسیدن به مقام محبت، به مقام رضوان، سیر در درجات ولایت و محبت و معرفت حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست. خب یک سخن این است که این محبت چگونه به دست میاد
و در چه عوالمی این محبت شکل گرفته، چجوری میشه تو این عالم نقائصی رو و کاستی هایی که ما در محبت داریم جبران بکنیم. این فعلا موضوع بحث من نیست. عرض کردم آثاری رو برای محبت معصومین که همون محبت خدای متعال هست در کلمات نورانی معصومین بیان کردن. روایتی رو تقدیم می کردیم که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. حضرت فرمودن که من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره. اگر کسی به مقامی برسد که خدای متعال در سفره روزی او محبت ائمه از اهل بیت من رو قرار بده، به تمامی خیر دنیا و آخرت رسیده. خیری نیست در دنیا و آخرت که در این محبت نصیب انسان نشود. بعد فرمودن فلا یشکن احد انه فی الجنه، پس کسی نباید تردید کنه که چنین انسانی در جنت الهی مقام داره. و عرض کردم جنت این اهل محبت هم جنت رضوان هست، نه سایر مراتب جنت. بعد حضرت فرمودن فان فی حب اهل بیتی 20 خصله، در محبت اهل بیت من 10-20 خصلت است، 10 تا در دنیا، 20 فی دنیا و 20 فی الاخره. اما فی دنیا اون 10 چیزی که در دنیا روزی اهل محبت میشه، محبین و کسانی که در مقام محبت اهل بیت هستند در دنیا به او دست میابند، اون 10 چیز اینها هستند. یکی فزهد، اولیش زهده که عرض کردیم بزرگتر از دنیا شدن و فراغت از آمد و شد دنیا روزی کسانی است که محبت‌های بالاتری دارند و رشید در محبت شدن. اون کسانی که ظرفیت محبتشون در حد دنیاست و عواطفشون بالغ نشده، اینها فارغ از آمد و شد دنیا و راحت از آمد و شد دنیا نیستند. این خصلت اول بود. دوم والحرص علی العمل، این رو هم ترجمه کردیم، عرض کردیم که خاصیت محبت این است که انسان نه فقط اهل عمل میشه و کثرت عمل داره، حریص بر عمل هم هست، عمل رو دوست میداره و راغب است در این که عمل بکنه. این رو هم مفصل بحث کردیم. سومیش هم ورع در دین بود که محبت اهل بیت علیهم السلام، محبت خدای متعال، خاصیتش این است که انسان نه فقط دیندار می شود، اهل ورع در دین می شود. این رو هم ترجمه کردیم. چهارمین این است که فرمودن و رغبت فی العباده، اگر کسی اهل محبت اهل بیت علیهم السلام شد، خاصیت این محبت این است که راغب در عبادت می شود، رغبت به بندگی خدای متعال پیدا میکنه. نکتش هم این هست که میل به بندگی خدای متعال و رغبت در اون مقام حاصل کسانی است که درشون روح الایمان حاصل میشه. این معنا رو در روایات متعددی ائمه علیهم السلام بیان کردن. گاهی در روایات اختلاف در تعبیر و بیان هست، این روایات قابل جمع هست. از جمله در کتاب ایمان و کفر کافی، در کتاب الحجه کافی، این روایات رو مرحوم کلینی نقل میکنن. یکی از روایاتی که نقل کردن در این زمینه اینه که امام صادق علیه السلام به جابر ابن یزید جعفی در تفسیر این آیات سوره واقعه که مردم رو 3 دسته می کند، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، السابقون السابقون، عده‌ای سابقون سابقون هستن، عده‌ای هم اصحاب میمنن، عده‌ای اصحاب مشعمه. حضرت اینها رو اینجوری توضیح دادن، فرمودن سابقون انبیا و رسول الهی هستن، اینها 5 روح درشون هست، روح القدس، روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه، روح المدرج.
بعد توضیح دادن حضرت که با روح القدس است که انبیا علم نبوت رو پیدا میکنند و اون حقایق در اختیارشون قرار میگیره، معید به روح القوه هستند. فبهی قدروا علی طاعت الله، اگر توانای در بندگی هستند مال این است که یک روح خدا در اونها قرار داده به نام روح القوه. اگر اشتهای در بندگی دارن معید به یک روحی هستند. از او در این روایت نورانی حضرت تعبیر به روح الشهوه کردن، روح الشهوه و بهشته و طاعت الله و کره و معصیته. اگر میل به عبادت دارن و معصیت الهی رو دوست نمی دارن، کراهت از معصیت دارن، چون خدای متعال یک روح دیگری در اونها قرار داده و در اونها خدای متعال روح الایمان قرار داده. فبهی خوف الله عز و جل، اگر میبینید در مقام خوف الهی هستند و از خدای متعال خائفند، این به خاطر این حیات و روح الایمانی است که خدای متعال در اونها قرار داده. و فرمودن یکیش هم روح المدرجه، همین روحی که در دیگران هم هست، با او رفت و آمد میکنن، زندگی میکنن و نیازهای طبیعیشون رو رفع میکنن. فرمودن در اصحاب میمنه غیر از روح القدس اون چهار روح دیگه هست. پس بنابراین اگر مؤمنین کامل اولیاء خدا میبینید میل به عبادت دارن، رغبت در عبادت دارن، عبادت رو دوست میدارن و از مخالفت خدای متعال لذت نمیبرن بلکه کراهت نسبت به مخالفت و معصیت دارن، اگر خائف از خدای متعال هستن، اگر توانای در بندگی هستن، به خاطر این است که این روح ها درشون قرار داده شده. البته یک روح هم هست که در همه هست، فرمود اصحاب مشعمه فقط همین روح المدرج رو دارن، زندگی میکنن تو این دنیا، میخورن، میخوابن، نیازهای طبیعیشون رو برطرف میکنن، اما اون سه مرتبه از روحانیت و معنویت و روح الهی درشون نیست. لذا میبینید این خصوصیات درشون نیست: خوف الهی، رغبت در عبادت، کراهت از معصیت، توانایی در بندگی رو ندارن. خب این روح هایی که در مؤمن هست و در غیر مؤمن نیست و میبینید به واسطه این روح به بندگی خدای متعال موفق میشه، اینا همش شعاع حقیقت همون روح القدسه. اون روح القدس حقیقتش در اختیار نبی اکرم و ائمه معصومینه. مرتبه از اون روح القدس در انبیای دیگر هم بوده. این همونیست که یک مرتبهش در آدم قرار گرفت و ملائکه بر آدم سجده کردن، که امیر المؤمنین علیه السلام وقتی ازشون سوال شد که آیا روح غیر ملائکه است، فرمودن بله روح غیر ملائکه است. تنزل الملائکه و بر روح فیها به اذن ربهم من کل امر. بعد حضرت آیاتی رو به عنوان گواه آوردن. یکی از آیات این آیه نورانی سوره مبارکه بقره است که خدای متعال میفهمد فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. حضرت فرمودن روح مسجود ملائکه است، ملائکه بر او سجده کردن. خدای متعال به ملائکه فرمود وقتی روحم رو در آدم از روح خودم در او قرار دادم، بر او سجده کنید. این روحی که مسجود ملائکه است و نازلش در آدم بوده، من روحی، اون روح سرچشمه همه حیات‌های معنوی است. و اگر در مؤمن مراتبی از حیات معنوی هست، به تعبیر این روایت نورانی امام صادق علیه السلام، در مؤمن روح الایمان هست، روح القوه هست، روح الشهوه هست، اگر این روح‌ها در مؤمن هست، اینا شعاع روح القدسه، شعاع اون حقیقته، شعاع اون کلمه روح الهی است. اون حقیقت روح که مخلوقم هست، معصومین هستن، وجود مقدس امیر المؤمنین هست، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این روح و حیات پاک و طیبه‌ای که در مؤمن هست، شعاعی از اون روح امام علیه السلام است که در روایت در کافی است حضرت فرمود ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس.
روح مؤمن شدت پیوستگی و اتصالش به روح الهی که همون وجود مقدس امام هست، اون روحی است که در امام علیه السلام هست، از شدت اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. لذا اگر مؤمن نورانی به محبت امام علیه السلام شد، انوار محبت اهل بیت در دلش آمد، خاصیت این محبت همون حیات طیبه است، همون روح الهی است. این است که در قرآن ملاحظه فرمودید خدای متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، به مؤمنین خطاب می‌کند، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. وقتی خدا و پیامبرش، خدای متعال و نبی مکرمش شما رو دعوت می‌کنند به چیزی که شما رو زنده می‌کند، شما اجابت کنید. سخته، با سختی تلاش کنید که این دعوت رو اجابت کنید تا زنده بشید. روایت در ذیل این آیه هست، فرمود ما یحییکم چیزی جز ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. این ولایت اگر به کسی عنایت شد، این محبت اگر به کسی عنایت شد، این سرچشمه حیات معنوی است، این همون روحی است که در مؤمن نازل میشه، شعاعی است از روح امیرالمؤمنین. لذا عنایت کنید اگر کسی به مقام محبت رسید، خاصیت این محبت رغبت در عبادته، شعاع از روح امیرالمؤمنین، شعاع از اون حیات طیبه، از محبت امام، از ولایت امام اگر در قلب کسی آمد، خاصیتش اینه که او راغب به بندگی میشه، میل به بندگی در انسان پیدا میشه، میل به اون ذخایری که دیگران درش رغبت ندارن، غافلن. در زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام خوندید از امام صادق علیه السلام نقل شده، الراغب فی ما زهد فیه غیره، یک مقامی است که دیگران در او زاهدن، رغبتی ندارن، این اولیاء خدا در او رغبت دارن. این رغبت ناشی از همون روح ایمان هست، روح محبت اهل بیت هست. اگر کسی به مقام محبت رسید، فرمود خاصیتش اینه که رغبت در عبادت پیدا میکنه. پنجمین خاصیتی که در این روایت آمده که در دنیا نصیب محبین میشه و از آثار محبته، حضرت فرمودن پنجمیش اینه و توبت و قبل الموت. اگر کسی به این حقیقت محبت رسید، خاصیت این محبت و نورانیت محبت و نور ایمان، خاصیتش اینه که این انسان موفق به توبه قبل از مرگ میشه، یعنی قبل از اینکه مهلتش تمام بشه، تمام دامن وجود خودش رو جمع میکنه، برمیگرده به طرف خدای متعال. این خاصیت محبته. توبه مقام بالاییست، اینجور نیست که هر کسی تائب الالله باشه. تائب یعنی اون کسی که همه وجود خودش رو جمع کرده به سمت خدای متعال برمیگرده. این روزی همه کس نمیشه، این روزی محبین هست. این که شما در دعای ابو حمزه سمالی میبینید امام سجاد به ما تعلیم کردن از خدای متعال اینجوری بخواید، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، آقای من اول تو که حقیقتا سید منی، خالقی، رازقی، ربی، مالکی، همه سراسر وجود من در اختیار توست، اول محبت دنیا را از دل من بیرون کن، بعد وجمع بینی و بین المصطفى و آله خیرتک من خلقک و خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله. سپس بین من و پیامبر و اهل بیتش جمع کن. مانع این جمع شدن و همراهی همین محبت دنیاست. اگر این محبت رفت، اونگاه انسان میتواند با اهل بیت نبی اکرم جمع بشه، و اگر به مقام محبت اونها رسید، اونگاه ونقلنی الی درجة التوبة الیک، مرا به مقام تائبین برسان، به اون درجه‌ای که اهل توبه دارن، اونایی که رجوع به تو میکنن اینا درجه بالایی دارن، همه کس جزء تائبین که نیست که. خدای مرا جزء تائبین قرار بده. کسانی جزء تائبینند و قبل از اینکه فرصت هاشون تمام بشه، هرگاه هم اگر قدمی برداشتن که اون قدم اونها رو از خدا دور کرده، برمیگردن به محیط محبت خدای متعال. اینا کسانی هستند که به محبت دلشون نورانی شده. اگر نور محبت
در دل کسی آمد، این نور محبت، این نور امام، این نور ولایت، خاصیتش رجوع الله، خاصیتش توبه به سوی خدای متعاله. این آیه نورانی رو همه مکرر خوندید. خدای متعال میفهمد و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدای متعال اگر بخواد کسی رو هدایت بکنه، به او شرح صدر میده، گشادگی دل میده، ظرفیت قلبش رو بالا میبره، صدرش گشاده میشه، آمادگی پیدا میکنه. این انسانی که شرح صدر پیدا کرده، تنگی وجودش برداشته شده، به وسعت وجود رسیده، آمادگی پیدا میکنه که حقیقت اسلام رو حالا بپذیره. یشرح صدره للاسلام. اسلام رو در روایات معنا کرده، فرمود از اسلام التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام به ولایته. میتونه حالا ولایت حضرت رو تحمل کنه. شرح صدر رو از وجود مقدس نبی اکرم سوال کردن در مجمع اسنی رو بعد مجمع البیان، آه شرح صدر چیه؟ و من یرد الله ان یهدیه، وقتی خدای متعال اراده کرد کسی رو هدایت کنه، به او شرح صدر میده. شرح صدر یعنی چی؟ حضرت یه جمله فرمودن نورون، خلاصش اینه، یک نوری است که یقع فی قلب المؤمن، در قلب مؤمن واقع می شود. وقتی این نور آمد، یشرح له صدره و ینفسه، وسعت سینه پیدا میکنه، شرح صدر پیدا میکنه، دیوارهای ظلمانی که دور خودش چیده بود همه فرو میریزه، وصل میشه به عالم نور. این نور شرح صدره. به حضرت عرض کردن آقا این علامت هم داره که ما از رو علامتش بفهمیم که این نور رو خدا در قلب ما قرار داده یا نه. حضرت فرمودن 3 علامت داره: التجافی عن دار الغرور و الانابة الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این 3 علامت رو داره: 1 دلکندگی از دنیا، 2 روی آوردن به عالم خلود یعنی به سوی خدای متعال، آمادگی برای رفتن و مرگ قبل از اتمام فرصت. اینا علامت این نورانیته. این همونه. اگر کسی نورانیه به نور محبت الهی شد، این محبت الهی موجب می شود همه دامن وجودش رو جذب کنه به سمت خدای متعال بره. اگر کسی قلبش نورانیه به نور محبت اهل بیت علیهم السلام شد، خاصیت این محبت اینه که همه زوایای وجود او رو به سمت خدای متعال برمی گردونه. اگر بخشی از وجودش و دامنش هم از دست رفته باشه و در کف شیطان باشه، این محبت اون بخش وجودش رو برمی گردونه به سمت خدای متعال. یکی از آثار محبت اهل بیت علیهم السلامه. 6 اثر نورانی رو که در این حدیث حضرت بیان کردن برای محبت اهل بیت در دنیا، خصلت‌های دنیایی اینه، فرمودن النشاط فی قیام اللیل. محبین نه فقط اهل شب زنده داری‌اند، اهل نشاط در شب زنده داری هستند. میدونید ما اگر بخواهیم روز خوبی داشته باشیم، باید شب خوبی داشته باشیم. کسی که شبش خوب نیست، روزش هم خوب نیست. شاید یکی از نکات این کلمه نورانی امیرالمومنین علیه السلام، این کلام نورانی حضرت که فرمودن یه عده جیفتون باللیل بطالون بالنهارن، شبا مردارن، روزم بطالن، وقتشون رو تلف میکنن، به بطالت عمر میگذرونن، همینه. کسی در روز بطال نیست که شب جیفه نیست. کسی که شبش شب مردار هاست، روزش هم روز بطال هاست. هر کاری بکنه بطالته. انسان نور روزش رو باید در شب از خدای متعال بگیره، هم لذت ببره. وقت میشه محبت امیرالمومنین تو وجود کسی بیاد تنبل باشه، شب بخوابه؟ فرمود موسی دروغ میگه. خدای متعال در حدیث قدسی به موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود، خدای عزوجل، که موسی دروغ میگه کسی بگه من خدا رو دوست دارم شبها بخوابه. محب که شب خوابش نمیبره که، محب دنبال خلوته. وقتی همه چشم ها خواب میرن، اما اللیل فصافون اقدامه. موسی دروغ میگه. محب حریصه بر عمله، نه فقط عمل میکند، حرص بر عمل داره. هرچه عمل انجام میده راضی نمیشه.
این خاصیتشه. فرمود موسی کلیم تور رفت، 40 شب در تور بود. خدای متعال یه وعده لقا بهش داده، یه وعده دیداری با خدا داشت، به هر معنا که برای اولیاء خدا دیدار بوده. در روایت از این 40 شب نخوابید، نه غذا خورد، نه تشنه شد و نه آشامید. چجوری میشه؟ محب تنبل نمیشه، محب حریصه بر عمل. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، زينب آمد تو گودی قتلگاه، این بدن قطع قطع شده و عریان رو پیدا کرد، نشست کنار این بدن، قوقا کرده زینب، کمال ادب رو رعایت کرد، اینجا جای روزه خواندنه، سه تا روزه عجیب و غریب خوانده، یک روزه خطاب به نبی اکرم خواند، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، وین کشتی شکسته به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست، یا رسول الله هادا حسین مرملون به دماء مقطع الاعضاء، یه روزم خطاب به مادرش فاطمه زهرا خوند، سپس نشست برا دل خودش برا اسرا تو گودی قتلگاه روز خوند، به ابل محموم حتی مدا، به ابل عطشان حتی قضا، به ابی ملا جریحون فیداوا. من نمیدونم چه کرد زینب تو گودی قتلگاه، یه جوری روزه خون نگاه کرد، دید امام سجاد داره جان میده، خودش رو رسانید به امام سجاد، عرض داشت مالی عراق تجود و به نفسک، یا بقیت الماضین، چرا با جان خودت بازی میکنی آقا جان؟ میدونید امام سجاد یه جمله جواب به بی بی داد، دل زینب آتش زد، فرمود عمه جان مگر این بدن ولی خدا نیست رو زمین افتاده؟ زینب امام سجاد رو تسلی داد، عزیز برادرم اینجور نمیمانه، میان این بدن ها رو دفن میکنن، اینجا زیارتگاه میشه تا قیامت میماند. ولی دیگه خودش آرام نگرفت، دوباره برگشت تو گودی قتلگاه، شروع کرد روزه خواندن، روزه خوان زینب، گریه کن عزیزان شان، مقاتل نوشتن کاری کرد، دوست و دشمن گریه کردن، حتی شترا اشک میریختن، کار به جایی رسید دیدن دختر امام حسین صدا میزند، بابا انظر الی عمتی المضروبه،
صلى الله عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. قلب حضرت رو از ما راضی بدار، ولیات رو از وجود مقدسش دور بدار، حوائجش رو به بهترین وجه برآورده بفرما.